در برنامه های قبل توضیح دادیم که هو اقیانوسی بسیار بزرگ است که قطری از خودش را خارج کرد، در آن دمید، اسمش گذاشت سوفیسم، انسان کامل، امام زمان، مسیح زنده، هر چی که اسمش میذاریم، الله، یهوه یا همون سوفیسم، یعنی یک انسان. الله یعنی انسان، یهوه یعنی آدم. هیچ ربطی به هو که دیدنی نیست نداره. پس هو الله آفرید، الله بعدش سه نفر آفرید، اما بین الله و این سه نفر یه سری موجود آفریده شد برای این که سوفیسم بتونه با این سه نفر بعدی ارتباط برقرار کنه و از نظر علمی این ارتباط رو حفظ کنه و اندیشه های صحیح خودش رو برای تکامل دیگران با آنها انتقال بده. شیطان در برنامه قبل توضیح دادیم بین هو که همون الله محسوب میشه و این ستن آفریده شده، یعنی مقام شیطان طبق برنامه قبل بالاتر از این ستنه و الله، یهوه یعنی اون انسانه، اون آدمه، شیطان آفرید تا ممتحن و آزمایشگر تمام موجودات زیر مجموعه خودش باشه. اما بغل شیطان چی آفرید؟ در برنامه قبل توضیح دادیم که هنگامی که شما خوابی بیداری و هنگامی که بیداری انقدر احمقه است که نمیدونه خوابه. براستی خواب چه تأثیری در زندگی بشر داره؟ چند خواب داریم؟ چه تأثیراتی در سیر سلوک صوفیان، عرفا و یا من و تو خواهد گذاشت؟ خوش آمدید به 180 برنامه ریاستار. براستی ساختار جهان چجوریه؟ چرا شکل جهان هستی این شکلی آفریده شد؟ و چه موجوداتی از چه موجوداتی بالاترن؟ در این جدول من در یوفه تصوف چه اسمهایی نوشته شده است و چه مقامهایی وجود دارد؟ Welcome to 186 my friend. Welcome. در دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان می‌کشد دلم بر تو. هر وقت تو تونستی از یک بشموری و آخر اعداد رو پیدا کنی، اون وقت شما میتونی مقام های اهل عرفان و تصوف رو پیدا کنی. اصلا اعداد رو به این حالتی که توضیح دادیم تولید کردن تا تو
دو موضوع رو بفهمی. نمبر وان، دوی وجود نداره. نمبر تو، دوی اگر وجود داره آخر این عدد چیه؟ یعنی مقام اهل تصوف عرفان بی نهایت مکان داره، جا داره، بی نهایت این بازی ادامه داره براشون. هر وقت انتهای اعداد رو فهمیدیم، اون وقت جای اینا رو میتونیم بفهمیم. تو تصوف عرفان مطلب و نفهمی رو هوایی. دو، مطالب اهل تصوف و عرفان فکر کردنیه، یعنی اگر بخونی رو هوایی، بشنوی رو هوایی، برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از هر آنچه دیده ای و خوانده ای و شنیده ای رو هوایی. من خوندم رو هوایی، من شنیدم رو هوایی. خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیه. این چند حالت داره، چندین حالتش رو من تا الان تو برنامه ریستارت ها توضیح دادم. الان یه پله دیگه ازش باز میکنیم. اون ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم مربوط به شیطان بود، یعنی رتبه شیطان بالاتر از این ستنه، یک تن، سه تن، پنج تن، این آفرینشه بالاتر از اوناست. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، یعنی هو الله، یعنی انسان کامل، برتر از خیال و قیاس و گمان و وهمن، یعنی برتر از این ستنن که خب میدونیم. پس برتر از چی هن؟ پس معلومه که در بین انسان کامل و این ستن موجوداتی که آفریده شده اینن. ای برتر از خیال، خیال اون تو آفریده شده، قیاس اون تو آفریده شده. برای همین تو قرآن و تو تورات انجیل شیطان از شیطان سوفیسم، از شیطان سوال میکنه که قربون شکل ماهد برم چرا سجده نکردی؟ میگه من از اون بالاترم، یعنی قیاس میکنه خودشه. یک خیال میکنه بالاتره، دو قیاس میکنه بالاتره، سند داره. قیاس یعنی سند، خیال یعنی من میگم من بالاتر از تو هم، قیاس یعنی این که میگن آقا حسینی قطعا بالاتر از توه، بقیه این اسناد بالاتر از توه. این چه قیاس، یعنی سند داره، یعنی اول خیال کرد بالاتره، دوم قیاس کرد بالاتره. برتر از خیال و قیاس و گمان وهم، این چارتا بین سوفیسم و ستن آفریده شده. حالا این چارتا چی هن؟ سرعت نور بالاتری یا سرعت خیال؟ افکار سرعت خیال. شما تجسم میکنی الان مریخ و تو مریخ، اصلا ثانیه نمیکشه. این چه قدرت هایی که اینا دارن؟ در توی قرآن و تورات و انجیل مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها، حتی در ودا، در همش نوشته شده، داستان های بسیار متفاوتی نوشته شده، اما کمتر فهمن، کمتر بهش توجه میکنیم. دنبال داستانیم، دنبال این نیستیم موضوع چیه. میگه سلیمان وایساده بود، رو کرد به اینا گفت تخت بلقیس رو بیارین، یکی بلند شد، گفت من میارم تخت بلقیس رو از اون شهر به این شهر. گفت چقدر طول میکشه؟ گفت شما از جاتون بلند شید. رو کرد به نفر بغلی، گفت شما چه دستت بالا است؟ گفت منم میتونم، البته با اجازه شما. اصلا تفسیر اینجا شروع میشه، یعنی اون فرد گفت با اجازه شما من میتونم این کار کنم. پس تفاوت بین قدرت‌های شیطانی به قول آخوندا و قدرت‌های الهی تو همین یک کلمه مفهومه. اجازه، اجازه داری برنامه ریستارت پخش میکنی، میشه راه نجات تمام بشریت. اون دنیا جواب بد بدن دیگه، یعنی اون دنیا جواب داره، ریستارت اون دنیا جواب داره. شما میمیری میره اونجا، میگن شما چی؟ میگه من یه استارت کردم. میگه آفکورس، بخاطر دیگه اجازه داشتم. میگن اجازه داشتم. میگه بله اجازه داشتم، بفهم اونجا. شما کی هستی؟ من طرفدار آقای مکارم شیرازی ام. میگه شما اجازه شما مکارم شیرازی؟ میگه ما خودمون رو عوا بدیم، ما دنبال تجاوز و قتل و غارت و خوراک و منیت و اینا بودیم.
اجازه. پس اینجا مشخصه که دو تا موجود وجود دارن. یه موجود تو همون داستان میگه با اجازه شما من میارم، میگه چه مدت؟ میگه به چشم به هم زدن. سلیمان میگه جانم میاد. چرا؟ چون چشم به هم خورده دیگه. همون موقع گفت قربان بفرمایید. دو، نشون میده این قدرت ریستارتیا خیلی فراتر از قدرت مرتازینه. همینجوری نشون میده. اون میگه از جاد بلند شه، یه زمانی میبره. این تو خیال میاره. پس این قدرت داره که میاره، قدرتشو داره. این نکته مهمه. پس خیال یعنی چی؟ یعنی من تجسم میکنم که در مریخ بودم، تو مریخ باشم. این چهار نیرو بین سوفیسم و ستن آفریده شد که شیطان به این چهار نیرو مسلطه. یعنی در خیال خداست، در قیاس خداست. روش این که تو خودتو قیاس کنی با دیگران فوله. در گمان خداست. پس باید به شعر توجه کنی، به داستان توجه کنی. توجه نکنی مطلب رو نمی‌فهمی. پس تمام اون داستان سلیمان یکی نشون میخواد بده قدرت ریستارتی ها رو، که اگر تو ریستارتی شی تا چقدر قدرت داری. حالا استفاده نمی‌کنه. فرق ریستارتی با غیر ریستارتی در اینه که ریستارتی اگه بدون اینجا گنجه در گرسنگی هم باشه، در گنجه باز نمی‌کنه، باید اجازه بگیره دیگه باز کنه. غیر ریستارتی میکنه میره تا پیدا کنه. این میدونه و نمیتونه واکنه. که برای چی؟ برای اینکه به زرتشت ابراهیم در توی آتش هم توضیح میده. ابراهیم میگه شما، جبرئیل میگه من کمکت کنم، میگه کمک شما تجربه دارم. آیا اونی که بعد منو ببینه، یعنی سوفیسم، یعنی انسان کامل، منو میبینه؟ میگه بله. میگه خب کمک کن. کمک میکنه دیگه. چی هم بهش بگم؟ از دل من خبر داره دیگه. کلمات پس توی داستان ها مشخصه. خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیه. این تمام این بیت در این حیوان نهفته است. راز این بیت تو این حیوانه. چون دو تا حیوان داریم، ما یه حیوان نداریم، دو تا حیوان داریم. تمام صوفیان حیوانه. Of course. و تمام مردم کره زمین حیوانه. اما دو تا حیوانه. میگه خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان یعنی حیوان، یعنی گاو، خر، سگ، احمقا، ملخ، یعنی من و تو رو میکشه وسط. بیشتر تو رو میکشه وسط، خوشحال نشه. میگه این حیوان خبر ندارن ز جهان آدمیت. کی خبر داره از جهان آدمیت؟ جوابش تو همین بیته. حیوان، حیوان یعنی حیایان. اصلا حیوان یعنی حیایان. حیایان یعنی اونایی که زنده هم نمیرن. یه دوم قلب به الف میشه در عربی. وقتی قلب الف میشه، قلب به واو میشه. وقتی قلب به واو میشه، میشه حیوان. یعنی یه تبدیل به و میشه. پس حیوان نقطه مقابل حیوانه دقیقا. یعنی کلک سعدی توی این بیت اینه که دوتا رو میکشه وسط. میگه حیوان خبر ندارن ز جهان آدمیت، حیوان خبر دارن ز جهان آدمیت. این حیوان یا که تقلب به واف شده حیوان، این که حیوان و حیوانی هن، اینا زنده هن. که نمیرد اونی که عاشقه، نمیرد، زنده به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام او، نوشته شده، اون نمیره. خب آقا حسینی ما الان خزداری میفهمیم. پس شیطان یه قدرت هایی داره. وقتی این همه قدرت داره، یک تن از ستن، ستن دیگه بالاترین فرد افراد جهان هستی هن. بله. خب اینا رو گول میزنه، ما تکلیفمون چیه؟ هیچ کسی با شما کار نرسن. تکلیف شما مشخصه. شما راهتون پیدا کردن سوفیسمه.
و آیا این ستن رو شیطان همیشه گول میزنه؟ نه، نمیتونه بزنه. چرا؟ بعضی از این ستن تبدیل میشن به یه تن، یعنی مراحل سیر و سلوک این ستن انقدر قدرتمنده میرسن به یه جایی که محو اون اقیانوسن، شیطان دیگه نمیتونه گولشون بزنه. تمام این برنامه داریم تلاش میکنیم که کلمات رو با هم بفهمیم، ببینیم که چه کلماتی توی این نهفته است، اشعار چیه، چه نگاه عرفانی توشه، و بدون تفکر و اندیشه مطلب رو نمیفهمیم. صوفیسم چه کارهایی میتونه بکنه؟ نمبر وان، میتونه جهان هستی رو از بین ببره. با چه قدرتی؟ خیال. قدرت خیال فراتر از کره زمین و کهکشان رایشیری و جهان هستیه. پسر خوب، پس باید برگردیم دوباره از اول. شما وقتی که میخوابی همه قدرت ها در تو هست و خواب تداوم زندگی و از مرگه. یعنی شما وقتی میخوابی عدد پی دیگه انتها داره. وقتی بیدار میشی از خواب وارد دنیای مجازی میشی و توی بازی احمقانه هستی که حالا داری پلی‌استیشن بازی میکنی، اون آدم هم میمیره، به همم تسلیت میگن تو فیلم، بعد صاحبش که اینجوری بازی میکنی توی، بعد اون که اونجا هست میگه آقا من نمردم، من زنده هم. اونا میخندن میگن حالا الان تیر خوردی مردی، که میگه آقا من وصلم چای دیگه، اصلا من یه جا دیگه وصلم، باور نمیکنی. یعنی فاصله یه کسی که داره پلی استیشن بازی میکنه و اون کسی که تو پلی استیشن داره نقشه اینو بازی میکنه، یعنی بازیگر اون پلی استیشنه، فاصلهش فاصله بین ساخت جسم بنده است با جسم بعد از مرگ. یعنی در بدن من همین الان جسمی از اون دنیا ساخته شده که بعد از مرگم باید برم توی این روح من وارد این بشه بره، که این جسم کارش و لطافتش و قدرتش دقیقا حد فاصله بین بازیکن فلان فوتبال توی پلی‌استیشن با بازیکن واقعی بیرون، انقدر اختلاف دارن. اون بازیکنه تو اون فیلم داره سکس میکنه، غذا میخوره، خوراک میخوره، میره پول میگیره، جامو بلند میکنه، تو فوتبال دیدی تو پرسشن همه کار میکنه. جنس این موضوع فرق میکنه. یعنی شما وقتی پشت کمر پدرت بودی 100,000 تا اسپرم رفتن برای تجاوز به اول در که از سینه مادرت اومده، یعنی لحظه نزدیک این 100,000 تا حمله برای تجاوز کردن دیگه، بهت میگن چیکار کنم، همه حمله کردن از دوباره که تجاوز کنم، اون یکی از اینا تونه تجاوز کنه، اینا با هم سکس کردن و توی فکر اون اسپرمه و اون اول یا آول این بود که بهترین سکس کرده، چه لذتی برده، پس یه سکس اونجا کرده. بعد از اینکه سکس کردن انفجار در بیگ بگ در شکم مادر تولید میشه، بچه همیتون میاد، بچه در شکم مادر چیه؟ سکس میکنه؟ نه، در کنار انسان کامله، صوفیسمه به نام مادر، احتیاج به سکس نداره. این راز بعد از مرگه. پس یه دوری بعد از مرگ شما احتیاج به سکس نداری، اصلا نمیتونی بری رشد کنی. یعنی از شکم مادر مرگ میای بیرون دوباره باید روش کنی اون تو، باید وصل بشه. علمیه هموطن، تمام دعوای من با شما اینه که وقتی میمیری باید علمی یه چیزی وصل بشه، بری تو یه چیزی اون تو بشه، چشم و گوش و حلق و بینی اون دنیا باید برای شما ساخته شه، روش کنه، مردم اگه ثابت اندازش، بقیه جهات که باید روش کنه، که بعد باید دینگلو باید آفریده شه. بعد عرفه بونه که بعد اینجا آقای مکاره میگم میمیرم میرم اینجا با هوریات کجا دازه نداری اون ور خاجه مکارم شیرازی، توجه کنین 8 دنیا خاجه یاجی. بله من در پشت پدر اصلا دینگلو دارم. نداری دیگه، شما میای در شکم مادر تازه دینگلو درست میشه. بعد چی میشه؟ بعد زدتی از شکم مادر میپری بیرون هر سکس میکنن؟ نه، بعد بچه تا 17 سالگی سکس اصلا نمیفهمه، تا 16 سالگی اصلا، تا به سن بلوغت هی توضیح بده. بله ما به بچه توضیح دیم چیکار باید بکنه، هی توضیح بده بچه اینجوریه،
برای همین دینم هم همین، همیشه یه دفعه ارتباطی تو برنامه تو زده بودم، از راه رسیدن به خدا از دینگلوه. آیا به بچه کسی یاد میده باید چیکار کنه؟ از پدر مادر استادتر، الان میری جوری میبینی همه استادتر. و چطوری اینو میفهمه؟ چطوری بچه وقتی که به بلوغ رسیده همه چیز میفهمه؟ وای فکر کنه بعد اونو ماچ کنه، دختری که تا دیروز باش حرف میزده هیچ احساسی نشه، حالا احساس میکنه چرا بعد ماچش کنه؟ نمیفهمه بعد چرا اینو باید خود ماچ کنه ای زرد و زرد. چجوری پس این به وجود اومد؟ پس بعد در شکم مادر بهش دینگلو دادن. سوفیسم یعنی مادر کمک کرد این بچه شکمش اومد بیرون. مادر زج کشید، بچه زج کشید، اولاغ در کوچه شما زج کشید، پشه دم خونتون زج کشید، پادشاه فلان اقلیم زج کشید، احمق. مادر فقط زج کشید، فقط یه نفر در کره زمین زج کشید، بهش میگن سوفیسم. پس بعد از من دوباره سوفیسم باید زج بکشه، هیچ کسی که زجده میکشه. بچه چیزی فهمید؟ زج کشید. خب پس یه بار سکس کرد قبل لحظه ای که اسپرم با اول آول میخواست بخورد، چه این موجوده سکس کرد، این سکس داشته باش چقدر جذاب بوده براشون، کیف کرد، فکرم بکنیم سکس دیگه دنیاشون همون بود، زیر یه ثانیه دیگه لده تموم شد. بعد اومد تو شکم مادر سکس نکرد. چرا سکس نکرد؟ برای اینکه در شکم مادر بهش فهموندن اون دینگلو مال گذشته است، مال دنیای قبله، یه دینگلو جدید باید درست شه. گفت اه پس اون آوله چیه؟ گفت اون آوله داره رشد میکنه، اون اول یا آوله که تو دیدی اونجوریه، دل زهر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. بره ببین حالا این چه دختری میشه، قد بلند ابرو کمون چشم سیاهی، واه 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 میشه. باور نمیکنه بچه در شکم مادر، میگه من تنها اینجا میخورم میخوابم، خور و خواب و خشم شهوت شغب است و جهل و ظلمت کاملا، حیوان خبر ندارند جهان آدمیت ما. بعدش هم حالا خیلی بچه باهوش بشه میگه خب اوکی من میخوام بعدا برم بیرون سکس کنم، باری کلا حرف آقا حسینی دو سری حساب میره گوش میکنم، خب من یه دینگلوی دارم. پس اون بچه کو؟ مریم خانم کو؟ فاطمه خانم کو؟ البیرا خانم کو؟ نیستی کنم. اگه دو دوقلی باشن که به خواهرش میگه خبر میده، الان اون خواهر تا بغلت قابیده، آجی حواست باشه این مال یکی دیگه است. پس بعد از شکم مادر نه ماه میاد بیرون. اوکی وقتی که میاد بیرون سکس میکنه، دوباره سکس نمیکنه، دوباره حالا بهش میگن آقا، میگه من دیگه الان دارم، خدایا چرا نمیذاری من این کارا رو بکنم؟ میگه خوشگرم شما درسته که دینگلو داری، احساس دینگلو نداری، تو دینت کامل نیست، تو هنوز از دین هیچی نفهمیدی، تو مقلدی، مقلد آخوند کشیش خخامی، به بلوغ باید برسی. پس فرق بین حیوان و حیان یعنی همون حیوان در اینی که وقتی که به بلوغ نرسی و خور و خواب و خشم و شهوت در تو رشد نکنه، رشد بکنه و خبر از آدمیت نداشته باشی میشه حیوان، و وقتی که اینا رو پاس میکنی مراحل و وارد مرحله بعد میشی بهت میگن حیان، همون حیوانی. حالا برت میگردن به یه، میگن تو حیوان بودی اما الان حیانی، زنده ای و هرگز نمیرد آن که درش زنده شد به عشق. ست هست در جریده عالم دباب ما، تازه بعد از 18 سالگی 17-16 سالگی بچه حالا باید بره انتخاب کنه که دوباره اون کاری که در پشت مادر کرده بکنه. بعد مرگم دقیقا همینه، یعنی من هی شما رو برم تشکر مادر میکشمت بیرون، برای اینکه مطلب خوب متوجه شی که سوفیسم زج کشید تو به دنیا میای، سوفیسم زج میکشه مثل مادر تو دوباره به دنیا میای. اونجا هم به سادگی اینا رو گوش نکن تو کتابا، چون مادر یه بار بفهم حرفای من، تمام تورات تمام قرآن تو به اینا اعتقاد داری دیگه، من چاکرتم هستم، تمام انجیل رسما توش نوشتن همه مردم گاون حیوانن، لا یفهمون، برو قرآن تو بکن، لا یفهمون لا یشعرون، یه مش گاو. من نمیدونم شما چرا وقت با خودتون تنهایی فکر می‌کنید شما میرین تو بهش، من این نیفهم هنوزم چجوری بگونی بالا میری، من این نیفهمم. یعنی فکر کن آقا یه نفر بیاد از طرف خدا
محمد اومده کتاب داده بیرون به قول شما، تو کتابش چپ و راست فش خارمادر کشیده بهت، هی توضیح میده که تو حیوانی، تو اصلا بالا نمیری، تو اصلا جت با آقای حسینی درست میگه علمیه، شاتلی نداری بری بالا، بعد تو لبخند میزنی دلا میشی نماز دستت بذار رو شیشه انرژی بده، این همین نماز دیگه. خب دقت کنید، این نمازه. همیشه مردم خرکنی بهش قدرت داده، مردم قدرت دارن، مردم قدرت دست بزنن اونجا، مردم قدرت دارن دموکراسی رعایت میکنن، مردم میفهمن بعد رأی بدن یا ندن. ای مردم فهیم، تو میگی مردم فهیم، مردم هم اینجوری هم در همی که قبلا یونجه میخورده حالا وقتی شده این شفی فکر میکنه، بعد یونجه به فکر تبدیل نمیشه. خرا همیشه خرن دیگه، اوج یونجه این بودی که آبجو گرفته ازش، اوجش اونم تازه بالا نمیبره، همین که فقط گیجت میکنه، یعنی اوجش اینه در مسیر خودت گیجت میکنه، بالا نمیبره. مردم دست رو شیشه انرژی بدیم، مردم خرن دیگه، میگن خب پس راه نجات همین شد. پس این چه مردم با سنا هوا سرا پایین سوشته نماد بخورین 17 رکعت میره تو بهشت، مردم خرن دیگه، میره تو بهشت. واقعا مردم خرم، واقعا فکر کنم میره تو بهش، باور کنین تو دیگه واقعا فکر میکنه، یارو فکر میکنه صالح میکنه. مسیح زدن ما میخوایم کمک کنیم به کسی، فطریمونه به کی بدیم؟ میخوایم کار خوب کنیم، چیکار کنیم؟ واسه همه جواب ندیم، جوابش ساده است. اگر میخواهی یه پولی بدی که به خدا برسه، خیلی موضوع ساده است، میخوای کمکت کنم که به خدا برسه دیگه، چون این پولی که میدی تو هر سوراخی بنزی که به جیب من نمیاد، بره تو سطح آشغال تو جیب من نمیاد، بده به 7 میلیارد دیگه به جیب من نمیاد، وقتی تو حساب من میاد که حساب من داشته باشی، یا منو پیدا کنی یا جیب منو پیدا کنی، من دارم به تو کمک میکنم که جیب خدا رو پیدا کنی دیگه. چرا؟ چون اگه تو به خدا کمک کنی، خدا میاره تو بهش. واقعا پس اینجوری، بعد اگر شما پولی رو بدی که در راه خدا بدی، میاره تو، میره تو بهش. اف کورس. خب پس باید یه کاری کنم که تو پولتو بدی به خدا دیگه، پس باید خدا رو معرفی کنم به تو. برای همون موقع گفتیم ریاست اتنی کمک نره، پس من باید یه نفر معرفی کنم به نام گاد که شما تشریف بری پولتو بدی به این گاد. راهشیه، راهش اینه که سوفیسم تبلیغی نیست، معرفی کردنی نیست. تو اگه میخوای یه پولی بدی $10 بری اون دنیا تو بهش، راهش ساده است، اینی که 40 روز صحبت بلنشی، 50 روز، 60 روز، 70 روز، 80 روز، 90 روز عربده بزنی، خودتو بزنی، جیخ بزنی، گریه کنی، سرتو بکنه تو دیوار، فکر کنی تا بگی خدایا. مسیحی برو تو کلیسا 50 روز، حوار یا عیسی بیا بگو من پول به کی بدم، صاحب پول مگه تو نیستی؟ های چرا توجه نمی کنی انجیل تو؟ عیسی میگه پول من رو بدیم به من، پول این بیناموسا به این بیناموسا، پول من پول گاده، من پسر خدام، پول من رو بده به من، پول اینو بده به این. آقا بشین 80 روز گریه کن، از عیسی بخوا. آقا من پول به این کی بدم؟ این $10 به کی بدم؟ هر کسی رو که معرفی کرد اون درسته. معرفی کردنی نیست، باید عیسی بیاد توضیح بده، باید محمد بیاد توضیح بده. میشه توضیح داد که دینگلو تو ور میداری با دینگلو اینجوری بازی میکنی، دینگلو در اونجا اینجوری میکنی، بعد دختر اینجوری لبخند میزنی، میشه. ولی بچه 6 ساله دینگلو نمیفهمه و اینکه بلند میکنی نمیفهمه، اصلا شتاب جاذبه اینا نمیفهمه، این چجوری دینگلو بلند میشه، دینگلو چی اصلا نمیفهمه، حسشو نمیفهمه. دین این همین دینگلوه، باید به بلوغ فکری و اندیشه و خرد برسی، باید از این خرافات بزنی بیرون، بیای فکر کنی، بعد میمیری اون دنیا چشات رو باز میکنی، خدا میگه کی تو رو گول زد؟ میگه شیطان. خدا اینجوریه، ملائک، شیطان، پیغمبرا، اونجا همه چیز روشنه دیگه، علمیه. خدا میکنه رو بکنه شیطان، میگه شما ایشونو گوزه، میگه خدای من اصلا هوا نیدم در نفذ کردم، من اصلا تو کلی زمین رفتم دارا، 6 دفعه شما اجازه دادیم من رفتم، کلا تو زندگیم 6 بار برای زمین شدم، 2 بار برای عیسی رفتم، 1 بار برای محمد رفتم، 2 سه جدیگر رفتم، 6 بار کلی زمین شدم، من وقت دارم این 7 میلیارد احمقه رو بیرون گول بزنم؟
من چجوری شما رو گول زدم؟ شما از من دیدی؟ شبیه شما بود. نه نه شما نه نه همچه گول زدش دیگه. بعد علمی ثابت میکنن شیطان اصلا نمیتونه وارد پای زمین شه، اصلا شیطان با شما کاری نداره، اصلا رابطه به شما نمیتونه داشته بشه. شیطان این دو قطب منفی و این دیدی دو تا قطب میذاره بغل هم دیگه آهن رو میپره از هم، دو تا آهن رو مثبت منفی و میذاره میشست به این و دو تا منفی ها میپره. شیطان ساختار بدنیش و فکریش و روحیش طوریه که مثل اینه، وقتی به تو نزدیک میشه تو فرار میکنی، وقتی به تو از تو بهش نزدیک میشه اون فرار میکنه. از این دو تا منفی ها هیچوقت نمیدونم از بعدش ازم به هم دیگه. علمیه این، شیطان اینجوریه. بعد من وقتی میگم من شیطان گول زد، شیطان اینجوریه، خدا اینجوریه. کدوم شیطان؟ کجاست شیطان؟ نمیتونه اصلا بیاد. چجوری تو رو گول زد؟ خودش اینه، اینی که به پیغمبر چجوری گول زد؟ بعد حالا امپراتوری کوروش بزنیم، همه چیز باید از اول درست کنیم. من یه بار یه داستان توضیح دادم، گفتم واسه بیوستاتیا که اصل، هر اصلی در جهان داره تولید میشه باید قانونن بریزیم تو دستشویی سیپونو بکشیم، اما انقدر اصل شفا بخش و خوبه که مجبوریم این اصلی که میدم بیرون رو تحمل کنیم. بعد توضیح دادم اونجا، گفتم چرا اصلادی که شفا بخش نیست، برای این که مردم برای این که پول در بیارن اصل بخورن، اصل رو بتونن صادر کنن و پول ازش در بیارن، میان چیکار میکنن؟ میان ملکه میخرن، یعنی یه کندو درست میکنن، یه ملکه میارن دیکتاتور میذارن توی این کندو اصل. زنبورهای دیگه هم زیر مجموعه این دیکتاتور بر اساس روح دیکتاتوری در جامعه کندو کار میکنن و اون کارگرها بهشون فشار میارن، شکل و شمایل آریستوکراسی که عشق حرف اولشو میزنه تبدیل میشه به دموکراسی، تبدیل میشه به دیکتاتوری و استبداد، یعنی از راه دموکراسی وارد استبداد میشه، دموکراسی رعایت میشه، دیکتاتور دموکراسی رعایت میکنه، هیچ زنبوری علکی نمیره، بعد هر زنبوری دکتر میده. چرا؟ چون دیکتاتور از اینا میخواد استفاده کنه، میخواد دختره بره بهش تجاوز کنه، پسره بره تجاوز کنه، پولاشو بخوره، تو شرکتاش کار کنن، عدالت رو برقرار میکنه ملکه. اون ملکه دیکتاتور این کارو میکنه. این اصلو بل اجبار زنبورای اصل میرن گلا رو میارن میریزن اونجا، روح کثافت دیکتاتوری تو این جامعه موجب میشه که عشق توش نیست، اصل اون اصل نیست. اصلی که جامعه ملکش انتخاب کنه با اصلی که ملکه جامعه رو انتخاب کنه متفاوته. خب من اینو قراره که در یک برنامه به نام گابولوژی توضیح بدم، اصلا چند قسمت برنامه بدم بیرون که توضیح اصلا چه اتفاق میفته. خب اینو نمیتونی بفهمی که الان بچه تو، هر بچه که داره تو ایران به دنیا میاد، قدیم 600-700 سال پیش هر 10 بچه 6 تاش میرفتن تو بهشت، مینیموم 200 واقعا میتونه تو بهش. شاتلر ساخته میشه، یعنی جسم دنیای بعد از مرگ واسه بچه ساخته میشه. الان جامعه یعنی دیکتاتوری و جامعه داره کاری میکنه که اصلا در شکم مادر جسم بعد از مرگ ساخته نمیشه اصلا. این مشکل از شروع میشه. برای همین تو برنامه ها توضیح دادم که مظلوم لجنتر، کثافت‌تر و بی‌ناموس‌تر از ظالمه. چرا؟ چون دیگه بچه تولید نمیشه اصلا. اندیشه غلط، فکر غلط، روح جامعه غلط، تولید بچه ها غلط، تولید مثل غلط، آینده غلط، علم و دانش غلط، هیچ چیز دیگه جامعه درست نمیشه. همین خاطر شما یک تن عسل میخوری، عسل 10 گرم عسلی که توی جنگل خود زنبورا کندو انتخاب کردن، خود زنبورا اصلا رو درخت این کارو کردن، خود زنبورا این کارو کردن، اندازه اون اثر نداره. تمام این حرفا رو من دارم میزنم برای اینکه یواشاش که میخوام بریم شعرها رو بخونیم بیشتر بفهمیم. هرچی میریم جلوتر یهو میگه من حافظ قبلا چیزی که میفهمیدم الان چیزی که میفهمم.
یه چیزی یاد بشه. اولا حافظ اصلا اسمش در تصوف نوشته نشده، اگه نمیدونی بده، یعنی نه بین یه تم بوده، نه سه تم بوده، نه پنج تم بوده، نه هفت تم بوده، نه چهل تم بوده، نه سیصد تم. تصوف تخت سیاه داره، جدول مندلیف داره، که یه روز من باید جدول مندلیف رو توضیح بشه. جدول مندلیف کلا رو حواس، جدول مندلیف ایراد داره، اصلا ساختار شکلش رو یه دفعه بهتون گفتم ایراد داره. یعنی حالا من شکل مندلیف، جدول مندلیف رو توضیح بدم و تعداد عناصری که هنوز کشف نکردم بهتون میگم، یعنی میگم که جدول مندلیف چجوری باید بشه شکلش و اینکه چند تا عنصر باید توش بشه که هنوز کشف نکردم. علمیه جدول مندلیف، علمیه. اسم تخت سیاه جدول مندلیف صوفیسمه. ابو علی سینا مقام نداره، خود حافظ نداشته، ما حافظ نداریم، سعدی داره. سعدی یکی از 300 تنه. مقام سعدی مولوی نیست، مقام مولوی با شمس مقایسه میشه، اویس قرنی مقایسه میشه، با صوفی پشت این برنامه مقایسه میشه. یعنی اویس قرنی همین صوفی پشت این برنامه بوده، صوفی پشت برنامه یه سارت همون اویس قرنیه، بله هم قوی تر و به تکامل تر، هزاران برابر و میلیارد ها برابر سعدی و حافظه، میلیارد ها برابر حافظه، ولی صدها هزار برابر سعدیه. شاه اسماعیل صفوی اسمش در تخته تصوف هست، یعنی یک تن از 300 تن بوده. نه پیدا نکنی و ندینی نمیفهمی. ولی حافظ انقدر عاشقانه حرف زد، انقدر صادقانه رفت، بهش گفتن آقا تو هر خونه کتابتو میذاریم. هر صوفی اومد از این شعر گفت، اسمش تو تصوف نیست اما اسمش در تمام جهان معروفه، حافظ شیرازی. سعدی اگر تو هر خونه، هر ده خونه یه دونه است، خدایی از هر ده خونه هشت تا حافظ داره. اسمش در تصوف نیست اصلا. خیلی تصوف گنده تر از این حافظ که بهش فکر میکنی اصلا. در برنامه قبل توضیح میدم شیطان درست زمانی فهمید که صوفیسم شیطان آفریده و بعد صوفیسم به دنیا اومده، گفته به من سجده کن، به این شیطان. تا اون موقع فکر میکرد که زودتر از صوفیسم به دنیا اومده، بعد فهمید صوفیسم خودش ساخته شیطان. اصلا همه این بازی عوض شد. یعنی صوفیسم این اون روز توضیح دارم که بعدها بعد یواشی داریم میریم جلو، باز شد تا من این اصطلاحات رو مثلا توضیح ندم نمیتونیم مطالب بعدی رو بفهمیم، نمیشه اصلا فهمید، باید این فرمولا رو توضیح بدن تا بفهمید. پس عیسی با مادرش ارتباط برقرار کرد، عیسی تولید کرد و عیسی به دنیا آمد. عیسی هم پدر مادرش بود، هم شوهر مادرش بود، هم خودش بود. نمیشه فهمید. چرا نمیشه فهمید؟ برای اینکه شما 4 سالته، نه از انتگرال چیزی نمیفهمی، نه دینگلو باور کن، باید برسی به اون بلوغه داره بفهمی. نمیفهمی. نگفتم، نگفتم تو همین چند تا برنامه روی حساب داره پخش، قاطی کردی، قاطی کردی. چی رو نگفتم پسر خوب؟ حافظ ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شد. یعنی میگه آقایی که میری تو خبرگزاری ها میشینی خبر گوش میکنی، خودت کمپانی خبر بزن، این خبرها همه دروغه. چرا فکر میکنی که مقلد این بکارم شیرازی باشی و اون شاسکول و اون احمق به خدا میرسی؟ چرا هی دنبال خبری که یک خبر بیاره که خدا اینجوریه، شیطان اونجوریه، شیطان تو رو گول میزنه؟ کمپانی تو باز کن، خرد و اندیشه تکون بده. حافظ میگه ای بی خبر، ای احمق، ای گاو، جملش اینه، ای نادان، ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی، خودت خبر رو پیدا کنی.
به خدا هر چی راجع به صحنه‌های زیبای بین دختر و پسر توضیح بدی برای 5 ساله نمیفهمه. تلاش کن به بلوغ برسی، قشنگ برو کارتو بکن، چرا بخوای هی یکی واسه توضیح بده؟ ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. صاحب خبر یعنی خودت پیغمبر شی، یعنی نبی. نبی یعنی خبر آورنده. ای بی خبر یعنی ای غیر نبی، هی حیوان بکوش که حیایان شوی. خودت بهت وحی میشه، خودت مثلا توضیح میده. اصلا خدا الله یعنی صوفیست کارش اینه که مثل روز برا توضیح بده، یکی از وظایفشه. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راهبر شوی؟ بله اویس قرآنی بدون پیر رسید به اون مقام. عیسی ننه عارف، ننه صوفی، پدر همه ادیان، از مسلمان و شیعه و سنی و همه میگن که یک موجودی از طرف گاد اومد. بله یعنی بابا الهی، ننه صوفی گوش نکرد، رفت یحیی دستش گرفت، گفت ای بی خبر. بله مادرش گفت خبر داری تو بچه که حرف میزنی؟ من اونا رو مهم نیست خبر دارم یا نه، من باید برم خودم پیدا کنم. رفت یحیی تعمیرش داد، دستش رو گرفت وارد ریستارتش، گفت شما از امروز ریستارتی هستید. در دلشون نطفه رو پاشت، اونم صفر ریستارتی شد. تا راه رو نباشی کی راه بر شوی؟ پس هر کسی در کره زمین تا وقتی راه رو نباشه، پشت سر صوفیس نباشه، وصل به صوفیس نباشه، راهبر نمیشود. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هم ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. به عیسی میگه، میگه پسر، مگه همه میگن پسر خداست دیگه، عیسی میگه پسر تلاش کن بعد از یحیی خودت هم پدر شوی. پدر شوی یعنی به اون مقامه برسی، وارد حیایان بشی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، این حرف سعدیه، خور و خواب و خشم و شهوت. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آن گه رسی به خیش که بی خواب و خر شوی. یعنی بی خور شوی. خور می نویسن، خر می کنن که قافیه دارن. تو از این نگذاری خواب و خور نجات پیدا نمی کنی. کدوم خور کدوم خواب؟ سوال اینجا. بعد تو خواب همه کار میکنی، قدرت داری، مراتب میری، آسمون میری، میری کهکشان ها، باید بری. این مشکل هم با توی دفعه تو خواب میری، اینقدر گاویم نمیفهمی با چطوری میری تو خواب دیگه. به خودت تلقین کردی، اینقدر درو گفتی به خودت، باور کردی که بعد در خواب میری. آقا در خواب هم باید بری، باید ببینی بری، جاده رو باید بشناسی بری. پس یه نیروهایی در خواب وجود داره که چون عدد پی در اونجا انتها داره، دنیا فرق میکنه شکلش. بیدار که میشه تو دنیای مجازیه، این دقیقا داره کلکه رو میزنه اینجا. کدوم خواب؟ خواب غفلت، یعنی خوابی که بیداری ولی خوابی. نگاه میکنی ینظرونه لا یبصر یبصرون، خوب شد لا یبصرون، نمیبینی. خواب غفلت این خواب خور، یعنی این چی بخور چی بخواب. گر نور عشق به حق دل و جانت افتد، به له کز آفتاب فلک خوبتر شوی. میگه اگر نور، حالت سوم نوری که حسینی قرار توضیح بده، نور عشق، نیون نور عشق حق به دل و جانت افتد، پس معلومه که نوره به دو جا میفته. تمام ریستارتی ها زمانی که میمیرن میبینن این صحنه رو، بعضی از ریستارتی ها هم قبلش میبینن، دیدنیه.
گفتنی نیست، شنیدنی نیست، دیدنیه. باید ببینی نوره رو. همه میگن هر کسی نور رو ندید نجات پیدا نمیکنه. موت قبل یموت، تا نمردی بمیر. این دیدنی توضیح نمیشه داد. توضیح بده برای یه بچه 6 سال دیگری رو نمیفهمه، به خدا نمیفهمه. دیدنیه، باید ببینیم. باید این مرحله رو بری ببینی، با چشات ببینی، دنیا رو میبینی. گر نور عشق حق به دل و جونت افتاد، به جانت هم باید بیفته. بالله قسم میخوره حافظ، قسم میخوره بالله، یعنی به انسان کامل، قسم به صوفیسم، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. یکدم غریق بحر خدا شو، گمان نبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. این شعرهای شمس مولوی میخونه اینطوریه. مولوی رفت پیش شمس گفت میخوام خدمت شما باشم. گفت تو فعلا تو منیتی، تو فکر میکنی تو شما کی هستی؟ گفت من مولانا مولوی هستم. گفت دیگه کی هستی؟ گفت من خطیب نماز جمعه بودم، خیلی حرفای مهم زدم. گفت دیگه کی هستی؟ گفت کتاب خوندم. گفت ببین تو خودت بالا پر میری، خودت گنده حساب میکنی، یه پخی حساب. تو جایی که روبروی من میخوای بیای، وقتی فکر میکنی پخی هستی، چجوری داری میای؟ شستشویی کن آنگه به خرابات خرام. اینجا تویله نیست آقا حسینی، راد نمیدن. کجا میای؟ خودت گنده میدونی، خودت مهم میدونی، خودت خیلی قوی میدونی، هزار برابر شیطان منیت داری، فکر کنی پخی هستی. دادی پیش من که یاد بگیری آقای موسی، من خضرم. تا آقای حسینی نگه که موجودات کره زمین دو شخصی میشن، حیوان و انسان، و راز داروین فاش نکنه، تو نمیتونی بفهمی که چرا ما اون پسر رو کشتم. بهش میگن عمل صالح. من کار صالح کردم. حالا ممکنه بعضی هستی بگن صالح یعنی چی؟ همه مردم کره زمین یادت باشه 3 مدل خواب میبینن. خواب معمولی همه میبینن، همه رو سیفون بکش، 99% خوابا اصلا یک تعبیر نداره. دو تا خواب تعبیر داره. خوابی است که به نام بهش میگن رؤیای صادقانه، یعنی صادقانه است، اینو همه میتونن ببینن. دو تا زندانی در داستان زندان تو یوسف اومدن گفتن آقای یوسف ما خواب دیدیم، یکیشون دوز بود و آدم کشته بود، یکیشون هم آدم عوضی احمقی بود که بعد شد وزیر. هر دو خواب صادقانه دیدن و هر دو اتفاق واسشون افتاد. اون گفت من اینجوری میشم، گفت تو کشته میشی، گفت تو چی، گفت من اینجوری میشم، گفت تو وزیر میشی، میری بالاتر. رویای صادقانه حیوان و انسان نداره، همه میبینن. این سوال خیلی عمیقیه. یعنی خر داره که علف میخوره، شب خوابیده، خواب میبینه که اینجا علف دیگه نیست، قرار قحطی بیاد، سریع با خانواده فرار میکنم. دیدی که قوامیان میرن، این داره اینه قوام میدونن، یعنی خواب دیده که آقا زمستان داره میاد، هجرت کن. بشن رویای صادقانه. پس رویای صادقانه همه میتونن ببینن. فرعون ظالم دیکتاتور دید، پس رویای صادقانه رو مسئولین هر نظام میتونن ببینن، سازمان امنیت ها میتونن ببینن. چی رو نمیتونن ببینن؟ رویای صالحه. رویای صالحه رو نمیتونن ببینن. روی سالمی یعنی چی؟ یعنی هرچه خدا خواست امام میشود، هرچه دلت خواست نمام میشود، یعنی چیزی بهش میگن که اون میشه، سازمان امنیتی میشه، جهان جمع میشه، میشه این کل جهان اصلی زور میزنه، اون کار میشه. ممکنه 30 سال طول کشید، 20 سال کشید، بعد ما اینجوری بوده. مال محمد چند سال طول کشید؟ گفت رژیم عوض میشه، عوض شد. بعد چند سال شد؟ یوسف خواب دید، سجده میکنم پدر و مادر فرعون، همین اتفاق هم افتاد. بدبختی پیغمبری رو از دست داد بچه‌هاش، اما اتفاق افتاد، دید پدرش و بقیه سجده میکنن، نمیدونست اصلا باباش کیه، مقامش رو نمیدونست. چند سال بعد شد که بعدش هم سوار اسب بود،
وزیر دربار فلان بود، عزیز مصر بود، باباش اومد سجده کرد. باید سجده میکنن دیگه، عزیز مصر اومده. اینقدر خنگود نپری پایین بره باباش برداره بگی آقا اون وقت سجده میکرد بیرون باباش، برعکس بوده. اما که باباش سجده کرد، سرش اینجوری بلند کرد، لبخند بهش زد، بهش گفت نسل پیغمبری از بچه ها درشتن وحی اومد. یوسف وار از بخش دارم. هیچ بچه دیگه از یوسف نیومد بیرون، از موسا هم نیومد. خب برو از این یهودی ها بپرس داستان موسا چی بود که نیومد. همیشه بدن بچه موسا کوشش رفت به یوشبن نون رسید، تازه تنبیه هم شد موسا، گفت برو تو بیابون شما به خونه تبا کن، مردم اینجا حکومت تشکیل میدن، شما بفرمایید. چرا؟ راست سویناست. ای دم غریق بحر خدا شو، گمان نبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی، از پای تا سرت همین نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، منظر نظر، این نشون بده که حافظ بصر نداره، یعنی مولوی نیست. چرا؟ این چقدر با شخصیته، از محدوده خودش خارج نمیشه. میگن شما آقا قراره مثلا چند نفر تربیت کنید، تربیت تو کار سیاست دیگه دخالت نمیکنه، مسیرش انجام میده، محدوده داره، تکون بخوره میگیرنه. اینجا اینجوریه. ای وجه خدا اگر شود از منظر نظر، منظر نظر، پس معلومه حافظ تو نظره، تو بصر نیست، چش دلش باز نشده اونطوری که بصر ببینه. خودش هم میگه، میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، یعنی نظر کردم، نگاه کردم، اونجا نبودم. یعنی جایی که شیطان حضور داشته اینطور نگاه کرده، بعد رو کرده به خود گفته بیا گوش نمی کنم، آقا حافظ اصلا نبوده، فقط نگاه کرده، شیطان حضور داشته تو اونجا بوده، قدرت رو ببینه، نگاه میکرده، مخالفت هم کرده. وچه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس چکی نماند که صاحب نظر شدی. اگه نظر، منظر، نظر وچه خدا، وچه یعنی صورت خدا، تمام سوفیسما ایلیای ابن عمران گفته من وچه خدا هم، وچه خدا منم، وچه خدا منم، صورت خدا منم، عیسی گفت منم، ناجی منم، وچه خدا یعنی سوفیسم. میگه وجه خدا اگر شودت منظر نظر، اگه نظری بکنه تو منظر، محل نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. بنیاد هستی تو چون زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی، گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر. چه کسافت ها، کسافت، کسافت دیگه، یعنی نتیجه شعر عوض کرد. یعنی این مصرع رو یک کلمه گذاشت که کل شعر رو تو این مصرع عوض کرد. میگه گرد سر سرت هوا و وصال است حافظا، به خودش میگه دیگه، یعنی خوش کشید اصلا. اگر در سرت هوا و وصال است حافظا، باید که خواه که درگه اهل نظر شوی. صحیحش نظره، این نوش اهل هنر شد. اگر میخواسته به یه گرد در سرت هوای وصال از حافظا، میخواسته خودشو برسونه مولوی، باید میگفته باید که خواه که درگه اهل بصر شوی، ولی چون حافظه استفاده میکنه از اهل نظر شوی، اهل هنر شوی هم غلط. نتیجه حرف من اینه که اندیشه و خرد باید را بیفته تا این مراحل سیر و سلوک رو پیدا کنیم، مراحل اول تا پایین رو بفهمیم. تا نفهمیم که چه موجوداتی وجود دارن، دشمن و دوستان نشناسیم، نمیدونیم که توی جنگ چی با خودمون ببریم، نمیدونیم داریم توی بیابون چت برای چی میبریم. بعد همه اونه که توی بیابون هم میخندن. اسباب بزرگی باید آماده کنی زمانی که بزرگ شید. مرسی که مرامرم گوش کردیم. بدرود.